تصاویری که ما وارد DVD استودیو پرو میکنیم باید چه مشخصاتی داشته باشن؟ مهمترین مشخصه عکس یا فیلمی که شما وارد DVD استودیو پرو میکنید ابعاد تصویری اون یا اندازه اونه. هر تصویری چه فیلم باشه چه عکس یه مشخصه ای داره به اسم سایز یا همون اندازه طولی و عرضی که شما اگر بیاین توی فتوشاپ توی ایمیج سایز میتونید اون رو ببینید. به طور مثال این تصویر 2048 پیکسل عرضی و 1536 پیکسل طولی داره، پس یه مشخصه این عکس نسبت طول به عرضشه به ابعاد پیکسل که اینجا 2048 در 1536 هن. و یه چیز خیلی خیلی مهم دیگه که داره و اکثر مواقع نادیده گرفته میشه این پیکسل اسپیک ریشیو یا همون نسبت پیکسل ها. شما اگر روی این تصویر خیلی زوم بکنید و بیایید اینجا نگاه بکنید میبینید که پیکسل های ما مربعی هن. همون چیزی که اینجا گفته میشه، یعنی در واقع مربع یا اسکوئر هستن. استاندارد پال یا استاندارد تصاویر پال تلویزیونی مربعی نیست و تقریبا مستطیلیه. شما اگر اینجا یه خورده با دقت بیشتر نگاه بکنید هر چون که پریویو فتوشاپ کلن مربعی نشون میده پیکسل ها رو، اما پیکسل های فرمت پال کلن یه مقدار کشیده ترن. اگه من الان بیام اینجا این تصویر رو همونجا که شما نگاه کنین من یه کنترل زد بزنم میبینین که اگر من نسبت پیکسل هام رو یعنی نسبت طول به عرضشون رو عوض بکنم، همون چیزی که اینجا میبینین، و از پی اسکوئر تبدیلشون بکنم به پال، یه همچین اتفاقی برای عکس میفته. خب حالا ممکنه این سوال برای شما پیش اومده باشه که تصاویر ویدیویی من یا تصاویر معمولی من خب چجوری باید باشن. اگر شما تصویرتون اسپیک ریشیو پیکسل هاش DV هست باید 720 در 576 باشه و اگر اسکوئر یا مربعی هست 768 در 576. شما اینجا اگه ببینید من یه تصویر دیگه دارم که احتمالا توی درس های قبلی با هم دیدیم، این منویی که من اینجا طراحی کردم، اگر من بیام اینجا توی ایمیج سایز شما میبینید که 768 در 576 و پیکسل اسپیک ریشیوش هم اسکویره. پس اگر تصویری که شما میخواین وارد DVD استودیو پرو بکنید با این مشخصات تطابق نداشته باشه، یعنی اسپیک ریشیو پیکسلش اسکویر یا دیوی پال نباشه یا سایزش 720 در 576 یا 768 در 576 نباشه، یه مشکلی براتون به وجود میاد. همونطور که شما می‌بینید من اینجا براتون نوشتم که پال اگر DV aspect ratio یا همون چیزی که اینجا داشتیم اگر از این aspect ratio 720 در 576 یا اگر اسکوئر 768 در 576 نباشه چه اتفاقی میفته؟ مثلا اینکه یه فاجعه انسانی رخ نمیده، شما تصویری که دارید رو حالا با هر ابعاد و طول و عرضی که هست، فرض کنیم که ما تصویرمون یه همچین شکلیه، اجازه بدید من این رو بردارم و اصلا بذارید من خیلی کشیده ترشم بکنم، مثلا یه همچین چیزیه و حالا شما یه همچین چیزی رو وارد DVD استودیو پرو کردید، خب این تصویری که انقدر کشیده است با ابعاد DVD سازگاری نداره. اتفاقی که میفته اینه که DVD استودیو پرو ور میداره تصویر شما رو به اون نسبتی تبدیل میکنه که خودش میتونه استفاده کنه، یعنی همچین اتفاقی بر تصویر شما میفته. یا اگر پیکسل اسپیک ریشیو شما مثلا فرض کنیم که آنوموفیک باشه و تصویر شما این شکلی باشه، اون رو باز ور میداره تبدیل میکنه به اون شکلی که خودش بتونه استفاده بکنه و استاندارد DVD هست. همونطور که گفتم استاندارد DVD و فرمت DVD یه فرمت مشخصیه، یعنی از این ابعاد خارج نیست و هر چیزی هم که شما وارد DVD استودیو پرو بکنید اگه ابعادش با این دوتا تطابق نکنه اون رو به این ابعاد میرسونه و حالا یا فشردهش میکنه یا یه بلای سرش میاره تا بالاخره با این سایز تطابق پیدا بکنه. پس اگر من این تصویر رو الان بخوام توی اسلاید شوم استفاده بکنم، یعنی همون تصاویری که توی DVD میذاریم ما معمولا،
یا به عنوان منو بخوام ازش استفاده بکنم، باید بیام اینجا و این عدد رو بکنم مثلا 768. از اونجایی که اومدم اینجا کنترل کردم و دیدم که این دیوی نیست، دیوی پال نیست و اسکویره، میتونم اینجا عدد 768 رو وارد بکنم. و قاعدتا شما اینجا باید عددی که دارید به صورت استاندارد 576 باشه. حالا فرض کنیم شما یه عکسی دارید که مثلا یه خورده فرق میکنه و یه همچین شکلی، یه خورده کشیده تر از استانداردی که باید باشه و نسبت طول و عرضش 3.4 نیست. بذارید من این عکس رو ببرم ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب اینجا من اگه بیام ایمیج سایز رو تغییر بدم و اینو بکنم 768، 576 دیگه نمیشه، 525 میشه. حالا چی کار باید کرد؟ این راه حلی که من میگم راه حل فتوشاپیه، حالا تو نرم افزارهای مختلف دیگه‌ای که شما باش کار میکنین ممکنه جور دیگه‌ای باشه، ولی من فقط این راه حل رو توی فتوشاپ میگم. شما میتونید بیاین ابزار سلکت مربعیتون رو انتخاب بکنید، از اینجا فیکست ریشیو یا همون نسبت ثابت رو انتخاب بکنید و نسبت رو بذارید روی 4:3، یا اگه دی وی دی 16:9 کار میکنید 16:9. حالا شما منطقه‌ای که اینجا انتخاب میکنید مشخصاً منطقه‌ایه که ابعاد 3.4 به شما میده، یعنی طول و عرضی که به شما میده طول و عرض درستیه برای کار شدن توی دیویدی. خب کادرتون رو شما انتخاب میکنید، مثلا این، حالا من مثلا فرض کنید این کادر رو انتخاب میکنم یا این کادر رو انتخاب میکنم یا هر چیزی که باشه دوست داشته باشن، کراپ. حالا اگر من بیام توی ایمیج، ایمیج سایز و عدد 768 رو اینجا بزنم، 576 عدد پایینی من خواهد بود که عدد درستیه و قاعدتا من هیچ مشکلی باهاش توی درست کردن دیویدی نخواهم داشت. یه نکته ای هم که معمولا گرافیست ها رو خیلی به اشتباه میندازه و باعث میشه که همیشه این سوال واسه شون باشه که خب حالا این عدد من اینجا تعیین کردم، رزولوشن من چیه؟ 72 300 366 چه عددیه؟ واقعیت اینه که برای نرم افزار دیویدی استودیو پرو و اصولا نرم افزارهای ویدیویی اصلا رزولوشن مهم نیست. یعنی شما اینجا اگه 300 بزنین، اگه این عدد بالا تغییر نکنه، یعنی به طور مثال فرض کنیم من اینو رو همون 72 بذارم، ریسامپل ایمیج رو بردارم، شما اینجا چه 366 بزنین، چه 72 بزنین، چه 50 بزنین، چه 100 بزنین یا هر عدد دیگه‌ای، در نهایت خود نرم افزار فقط این دوتا عدد براش مهمن. اصلا رزولوشن برای نرم افزارهای ویدیویی مهم نیست و تفاوتی نداره و فقط برای نرم افزارهای پرینتینگ یا برای چاپ ارزش و اهمیت داره. تا جایی که به نرم افزارهای ویدیو مربوط میشه، طول تصویر به پیکسل و ارزش به پیکسل براش مهمه. البته بخشید برعکس گفتم، ارزش و طولش. خب این هم یه راهکاری بود که شما احیانا بعداً با این ابعاد آشنا بشین و به مشکل بر نخورید. من اینجا یه فیلم هم دارم، همین فیلمی که میخوام توی این کار استفاده بکنم، همونطور که شما می‌بینید نوشته فرمت دیوی 720x576 و الان نرمال سایزی که داره به من نشون میده 768x576. علتش چیه؟ علتش اینه که مونیتور شما به عنوان یک وسیله نمایش پیکسل هاش مربعی هن. یعنی پیکسل های خود مونیتور هم پیکسل های مربعی یا همون اسکوئر هستن. پس خود این کامپیوتر هم میاد این تبدیل رو انجام میده و این تصویر رو با این رزولوشن نشونه من میده، ولی زمانی که این تصویر رکورد بشه روی دیویدی و بره توی تلویزیون پخش بشه، رزولوشنش این 720 در 576 خواهد بود.